به نام خداوند بخشاینده مهربان، خداوند روزیده رهنمای. سلام علیکم، وقت شما عزیزان بخیر باشه، جور و صحتمند باشین. بسیار خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های به وقت بیداری که از تلویزیون جهانی هادی تقدیم نگاه مهربان شما بزرگواران میشه. بسیار خوشحال هستم که امشب هم توفیق شد تا بنده به همراه عزیزان و همکارانم به شما سلام عرض کنیم و گفتگوی را تقدیم شما کنیم که امیدوار هستیم که مفید باشه. سه‌شنبه شب هست و مانند هفته های قبل در خدمت کارشناس احکام و معارف اسلامی جناب حاج آقای رسولی هستیم. سلام علیکم استاد، شب بخیر، خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر باشد. ممنون و متشکرم، درود خداوند بر شما. استاد عزیز، با توجه به اینکه هر وقت بنده و عزیزان شما رو در برنامه زیارت میکنیم، منتظر هستیم که تا سوالات احکام ما رو پاسخ بدین و بسیار هم عزیزان منتظر هستن، سوالات فراوان هست و ما نمیخوایم که بیشتر از این عزیزان رو معطل کنیم. سوالا میپرسیم، انشالله جوابش از شما مثل همیشه میشنویم و انشالله که مورد استفاده عزیزان واقع شود و از ما قبول کنند این خدمتی که خدمت عزیزان ارائه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و دنبال کنندگان همیشگی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، موفق و پیروز و شادکام و ما و مجبور انشاءالله از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. در خدمتتون هستم. سلامت باشین استاد. خیر باشه. اولین سوالی که امشب از خدمت شما استاد عزیز خواهیم پرسید، عزیز دل ما، همراه همیشگی برنامه ما، با نمبر مثبت 93-77 4 شماره آخر 80-96 پرسان کردن که آیا خانومی میتواند زیارت کربلا را به عنوان مهریه خودش قرار بده یا خیر؟ چه سعادتی که اگر خانومی پیدا شود در این دور زمانه و به جای از اینکه طلا مهریه خودش قرار بده، از اینکه به آر آزادی و زمین و آب و خاک مهری خودش قرار بدهد، خب زیارت ابی عبدالله علیه السلام و عتبات آلیاتی ها ورخی، خب زیارت خانه خدا حجر مهری خودشان قرار میدن. در یک فرمول کلی من خدمت شما و ای بیننده عزیز و بینندگان باید عرض کنم که آنچه که مالیت داشته باشه یا آنچه که مردم به او شوق پیدا میکنن و او را دوست دارن که به دست بیارن، می شود خدمتتون عرض کنم که مهریه قرار داد. خب کربلای معلا و این سفر معنوی و بسیار بسیار مفید و روح بخش، خب چیزی است که همه مسلمانان طالب ازی هستند، پس بنابراین می تواند مهریه قرار بگیرد. حتی خانم می تواند مهریه خودش را قرار بدهد که اگر که شوهرش یک علمی را بلده، اما علم به چی بده؟ آموزش بده. شوهرش یک فنی را بلده، مثلا تعمیرکار یک وسیله برقی یا غیر برقی است، میگه که من زن شما میشم به شرطی که مهریه من این باشه که شما امو فن و تعمیر فلان وسیله را به من آموزش بده. بله، تمام از اینا میشود مهریه باشد. خوش به حال عزیزانی که شروع زندگیشان با زیارت کربلا بالاخره مزین میکنن. بله، مهریه زندگیشان هم که مثل ای عزیز ما که سوال کردن که مهریه آیا میشه که زیارت کربلا باشه، بسیار خوشحال هستیم. انشاءالله که مشرف شدن ما رو از دعای خیر خودشان فراموش نکنه. سوال بعدی، عزیز دل ما، با نمبر مثبت 93-78 4 شماره آخر 19-19 سوال کردن که در بین اقوام ما مرسوم است که خانم ها مهریه خودشان و شوهرانشان میبخشن به این شرط که در خیر خانه شریک باشن، آیا این کار اصلا مجاز هست یا خیر و یا ثواب داره یا خیر؟ بله، در قدیم الایام مرسوم بوده. خب در اصطلاح در یاد دارم که قضیه اتفاق می افتاد، خانم ای که خانم میتونه مهریه خودش رو ببخشه باشه، بله هیچ مشکل خاصی هم نیست، مهریه حق خانمه. بله، دقیقا مثل زمانی که شما از من بدهکاری داری. بله. یعنی من شما طلبکار هستم، من میتونم طلب از شما چیکار کنم؟ بگیرم و میتونم این طلب از شما چیکار کنم؟ ببخشم. مهریه هم دقیقا نمی رقم، حق سرخ زره، دیگه به تعبیر بگیم حق سرخ زره.
و زن میتونه این مهریه را ببخشه و شرطی که در خیر خانه شریک شود. خیر خانه به وضعیت قبل بین خانم مرسوم بود، مثلا مهریه خودش به شوهر خودش میبخشید، میگفت خیر خانه می رقم شریک هستم که کدام یک گدایگری آمد، کدام یک کسی آمد، من یک آبی نانی پیسی از خانه بتونم بدون اجازه شوهر بتونم. و شوهرم قبول میکرد، بگفت که شما وقتی مهریه را به ما بخشیدی، شما در خانه و در این رقم کارها آزادی و میتونی چی کنی؟ تصرف کنی. که قطعا وقتی خانم این کار را انجام میده، یعنی مهریه را به شوهر خودش میبخشه، خوب کار بسیار خوبی را انجام میده، کار عاقلانه ای را انجام میده و در خیر خانه هم که شریک میشه، قطعا وقتی که خیر انجام میده و یک نیازمندی و یک گدای چیزی عنایت میکنه، این ثواب هم برای خودش هست و هم برای شوهرش. بله. بسیار کار خوب و خداپسندانه و زیبایی هست. بله، بسیار تشکر استاد. سوال بعدی ما اتفاقا بسیار جالب است که در مورد مهریه هست و شاید پاسخش هم دو شما در همین سوال فرمودید، اما بنده وظیفه دارم نمبرشون رو بخونم و سوالشون رو شما استاد اعلام کنم. مثبت 98 991 4 شماره آخر 3278 سوال کردن که آیا مهریه حق زن است؟ البته ایشان یک توضیح هم دادن در آخر سوالشون که چون در برخی از فامیل ها، در برخی از اقوام و بستگان پدر و دیگران از آن استفاده میکنن. بسیار سوال خوبی است و متاسفانه یا خوشبختانه بگیم در جامعه ای هست. همون رقم که پیشتر اشاره کردیم، مهریه حق تلق و حق کامل زنه، یعنی هیچ کس در مهریه ای که زن قرار میده، حالی پیسه است یا زمین است یا امکانات است، هر چی است، کسی دیگه حق نداره. منتها این مراتب یک گپ دیگه هست و این گپی است که خانم این مهریه را به هر کسی که باز دوست داشته باشه میتونه بده، بخشش کنه. حقش به پدر باشه، به مادر باشه، برادر باشه، ماما باشه، عمو باشه، عمه باشه، هر کسی دیگه باشه، این مهریه را میتونه بخشش کنه. به فرزندان هم میشه. بله، به فرزند هر کسی که باشه، هر کس. اما اینطور نیست که پدر بدون اجازه دختر، مادر بدون اجازه دختر، یا نمیفهم برادر بدون اجازه خواهر، یا خواهر بدون اجازه خواهر خودش مهریه رو بگیره، بگه ما مثلا کلانتر هستیم. میگه دیگه در جامعه مرسوم است، میگه اختیار از دست ماست. چطور اختیار زمانی که میخواست این عقد کنه اختیارش به دست کی بود؟ به دست ما بود دیگه. مثلا پدر بگه تا اجازه من نبود که عقد باطل بود، حالم چون اجازه عقدش در دست من است، پس بنابراین اجازه مهریم تصور میکنه که به عهده از اوی و حال میگه رقمی نیست. ولی اگر که دختر با طیب نفس، یعنی خودش این مهریه را در اختیار کسای دیگه قرار داد، نوشی جانشون هیچ مشکلی نیست، گوارای وجود. اما اگر خودش در اختیار کسی قرار نداد و با زور از دختر گرفته شد، با ارعاب از دختر گرفته شد، ترس دادن دختر را و این مهریه را ازشان گرفتن، دقیقا مثلیه که ما و شما را بترسانه و پیسه ما رو شما را چکار کنه؟ بگیره. همون رقم که حق نداره ما و شما را بترسانه و پیسه ما را بگیره، یا بلد لطایف الحیلی پیسه ما و شما را بگیره، پیسه از دخترم قضی حق گرفتنش نداره، ولو پدر بزرگوارش. بله، بسیار تشکر. استاد عزیز، سوال اول ما در مورد کربلا و مهریه شخصی که میخواد که کربلا رو با عنوان مهریه خودش قرار بده. سوال بعدی ما تقریبا در مورد کربلا هست و شاید چند روزی بیشتر نمانده به شروع ماه محرم و انشالله عزاداری هایی که ما انجام خواهیم داد برای آقا عبدالله حسین علیه السلام مورد قبول درگاه حق باشه. عزیز دل ما سوال کرده با نمبر مثبت 9374 شماره آخر 2076 که اگر شخصی نذر کرده باشه که در ایام اربعین حسینی، انشالله توفیق باشه برای همه ما و شما که از مسیر نجف تا کربلا رو پیاده بالاخره ایشان طی کنه و به زیارت آقا بره، ولی امسال به خاطر نداشتن توان مالی کافی ایشان نمیتونه نذرش ادا کنه. تکلیف چی هست؟ چه کار باید بکنه ای بنده خدا؟ ما باید خدمت شما و ای بیننده عزیز عرض کنیم که در هنگامی که انسان یک نذر میکنه، یک از احکام نذر کردن اینه که نذر مقدور انسان باشه، یعنی در توان انسان باشه بتونه او نذر چی کنه انجام بده. ولی اگر کسی که نظر مقدور نیست، حالا یک مثال میزنیم، مثلا طرف نظر میکنه که من اگر فلان کار اتفاق افتاد برای یا بیمارم خوب شد، مثلا یک 10 متر تا آسمان پرش کنم. خود 10 متر تا آسمان پرش کردن بدون وسیله و همین رقم عادی امکان نداره، بنابراین نظر باطله. اگر در اون زمانی که آقا نظر کرده بوده که
ما این مسیر را پیاده برم، این توانایی برایش بوده، اشکال نداره، نظرش منعقده، نظرش صحیحه، درسته. و هر زمانی که یک مانعی پیش بیاید، فعلا مانع مالی است، این نظر مالی دستش مثلا خالی است و این توان رفتن نداره، خب هیچ چیزی برگردن از این نیست. یک وقت دیگه نه، مانع مثلا سیاسیه، راه را بسته کردم، ویزه نمیتن، بازم هیچ چیزی بر این نیست. یک وقت دیگه هم مانع یک ظالمی جلوی وزیر گرفته، میگه من نمیمانم شما در این مسافرت چی بروی. در تمام از شرایط سیگانه ای که ما گفتیم و ممکنه شرایط دیگه اتفاق بیفته، هیچ چیزی برگردن از این نیست. اگر نتواند به کربلای معلا و این مسیر پیاده روی اشتراک بورده، چیزی برگردن از او نیست. ولی همه ای که انسان میخواد این کار را انجام بده و در دلش ای هست که این مسیر را بپیمایه، قطعا خدای تبارک و تعالی لطف و مرحمتش شامل حال انسان با گل روی ابو عبدالله علیه السلام و پدر ارجمندش عنایت خواهد کرد و انشالله جزء زائرانم قرار خواهد گرفت. بسیار تشکر است. خواهش میکنم. سلامت باشیم. درنگ کوتاه خواهیم داشت. جای نروید. سوالات بسیار زیاد و متنوع هست. حتما برای همه ما و شما مفید خواهد بود. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10:30، کیمیا صنف 8 10:30 تا 11، دری صنف 9 11 تا 11:30، یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10:30، فیزیک صنف 8 10:30 تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11:30، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10:30، ریاضی صنف 8 10:30 تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11:30، سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10:30، دری صنف 8 10:30 تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11:30، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10:30، بیولوژی صنف 8 10:30 تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11:30. مکتب هادی، دریچه دانایی. عرض ادب و احترام مجدد محضر یکایک شما همراهان بسیار نازنین، شما که تا این لحظه برنامه خودتان دنبال کردین و منتظر هستین که سوالات بعدی را که شما ایشان فرستادین از جناب استاد رسولی عزیز پرسان کنیم. قبل از اینکه به سراغ ادامه سوالات بریم، من از شما اجازه میخوام که پول ارتباطی را یک بار دیگر خدمت همه شما عزیزان اعلام کنم. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در خدمت شما هست. ارتباطتان با ما دو طرفه کنید. ارتباط دو سویه و دو طرفه بسیار سازنده هست. پیام های شما عزیزان یک هایک خوانده میشه، اینجا مورد استفاده قرار میگیره و بسیار هم راهگشا هست. انشاءالله که بتوانیم برنامه تقدیم شما عزیزان کنیم که مورد پسند شما واقع شود. از همکاران عزیز تشکر میکنیم. میان برنامه که بسیار کوتاه هم بود و با هم دیدیم در مورد مکتب هادی هست. هر روز از ساعت 10 تا 11:30 صبح قبل از ظهر شما عزیزان بتوانید از رسانه جهانی هادی مکتب هادی را دریافت کنید. تقدیمی از این رسانه جهانی به همه عزیزانی که از درس جا ماندن، امکان تحصیل در مکاتب ندارن و یا عزیزانی که امکانش دارن دوست دارن درسهایشان مرور شود، تقدیم شما عزیزان انشاءالله که از ما خوشحال باشین. در خدمت جناب استاد رسولی عزیز هستیم و سوال بعدی استاد بفرمایید. مثبت 93-77 4 شماره آخر 20-25 سوال کردن که در برخی از خانواده ها دخترها جلوی پسران عمو، پسران عمه، پسران خاله، پسران دایی حجابشان رعایت نمی کنن و وقتی که ازشان سوال میکنی که چرا حجاب خودت رعایت نمی کنی، میگن اینا مثل برادرهای ما هستن. استاد این درست است؟ این فکر تکلیف چی است؟ یک فکری که متاسفانه در همه اواخر به وجود آمده بین فامیل همین قضیه است و به این میتونیم بگیم اباهه‌گری یا لاابالیگری که اصلا تا قصه چیزی نیست. بگیم نه خب گپی نیست، مثل برادر ماست. مثل برادر ما هست، تا برادر بودن زمین تا آسمان فرق است. اگر که مثل برادر ما می بود و همه احکام برادر ما را می داشت، خب یکی از احکام برادر است که انسان با برادر خودش ازدواج کرده نمیتونه. این چطور مثل برادر است که میشود با او چی کنیم؟ ازدواج کنیم. اسلام عزیز
یک سری قیوداتی داره و قطعا این قیوداتی که اسلام عزیز به وجود آورده نفعش به خود انسان ها برمیگرده، به خود همی دختر برمیگرده، به خود همی چی به خانواده برمیگرده. پس بنابراین دختر در مقابل پسر عمو، پسر عمه، پسر خاله، پسر ماما مثل بیگانه و نامحرم باید باشه، که واقعا نامحرم هست مثل بیگانه باید رفتار کنه. از خنده و شوخی و مذاق و ای که حجاب نداشته باشه باید پرهیز کنه. همون رقم که اگر در مقابل یک بیگانه ای مثلا بقال سر کوچه یا یک کسی که مثلا سوداگر است در مقابل از او حجاب میگیره، باید در مقابل ای افرادی هم که نام برده شد حجاب خودش بگیره. یک نکته دیگه هم اخلاقی از کنیم خدمت شما کنم، اگر این خانم یا این دختر این رقم رفتار کنه پیش چشم از اینا مبتذل میشه، بله، پیش پا افتاده، بله، میشه، قرب و منزلت و اجر خودش از دست چیه میته. اگر فردایی هم قصد ازدواج باشه خوی قرب و منزلت و اجری نداره. پس باید مواظب خودش باشه. گوهر، زمانی گوهر است ارزشمنده که در داخل صدف باشه، یا او چیزی که مثل صدف از این گوهر چی کنه؟ حمایت کنه و باعث شده که این گوهر از آسیب محفوظ باشه. همی که گوهر از صدف بیرون آمد یا از یک ظرفی که از این نگهداری و پاسبانی میکنه بیرون آمد، زمینه شکسته شدن و آلودگی و از بین رفتن گوهر فراهم میشه. حجاب گوهریست، صدفیست برای گوهر وجود زن و بانو. در واقع منفعتش به خود همون دختر خانم هست، بله. و انشالله که ما در جمع نداریم همچه کسی رو، ولی هستن بعضی اوقات بعضی از عزیزان به خاطر اینکه با هم دیگه بزرگ شدن، در یک محل بودن، بالاخره روابط خیلی صمیمانه و نزدیک بوده، احساس میکنن که شاید تا آخر هم روابط به همین صورت شاید ادامه داشته باشه. بزرگواری با نمبر مثبت 9377 چهار شماره آخر 6919 سوال کردن که من در سر کارم موقعیتم طوری نیست که هنگام نماز ظهر و عصر مهر بگذارم و نمازم رو بخونم. تکلیفم چی است؟ احتمالاً برادر ما در یک موقعیتی قرار داره که در اون موقع ظاهراً اهل سنتی است، بله. حالا شرایطم طوری باشه که بر این استیلا داشته باشن، مثلا ظهر باشه دیگه، بله، نتونه اون کار رو انجام بده. حضرت آیت الله لطفا سیستانی حفظه الله تعالی و بسیار از مراجع داری فرض، یعنی کسی که مهر نداشته باشه یا به هر علتی نتونه مهر بگذاره، میفرمان که در وهله اول خود میتونه بر لباس خودش سجده کنه، مثلا یک پتویی داره با خودش همراه خودش، یا مثلا قسمتی از لباس طوری خود ما لباسای بلند میپوشیم، بله، قسمتی از لباس میتونه جلوی خودش قرار بده و بر لباس سجده کنه. اگر هم شرایط مهیا نبود، بر کاغذی، بر دستمال کاغذی، چیزی دیگه هم شرایط نبود که سجده کنه، آخرین مورد را میفرمایند که بر پشت دست خودش سجده کنه. اگر هم باز شرایط نبود که بر پشت دست خودش سجده کنه، پشت دست خودش طرف سجده کنه، مردم سعی کنه چی میکنه پشت دست خودش طرف سجده میکنه، باز ممکنه یک گپ و داستان به وجود بیایه. لذا اگر که هیچ شرایطی نبود پشت دست هم حتی ها. نکته دیگه هم توجه داشته باشین که خیلی ها میگن که بر شست، بر ناخون شست سجده کردن، نخیر. از نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی آخرین مورد سجده کردن بر پشت دست است. ای هم اگر امکان نداشت که بر پشت دست هم سجده کنه، هر چیزی که در پیش روی شخص و بقیه بر همون سجده میکنن، حالا ممکنه فرش است، قالین است، هر چیزی دیگه بر همون سجده کنه و هیچ مشکلی نداره. بله. سوالات امشب ما بسیار متنوع است استاد. سوال بعدی ما عزیز دل ما که لطف کردن با برنامه در ارتباط شدن و سوالشان رو مطرح کردن، نمبرشون رو من بخونم استاد. مثبت 9374 چهار شماره آخر 8783 سوال کرده که آیا عاشق شدن گناه داره؟ این سوال در سرک و خیابان و در پانتون و دانشگاه و جای دیگه هم از ما بسیار و کرات سوال شده و به یادم هست در همین برنامه هم خیلی این سوال مطرح شده. خب دیگه بالاخره فصل نوجوانی است و جوانی و به تعبیر میگن یک نگاه کردم و حالا نمیگم صد تیر ملامت خوردم، نه، به هر حال یک نگاه انسان و یک نگاهی میندازه انسان و گفته ازم داستان ها و اینا، یک دل صد دل چی میشه؟ عاشق. خود عاشق شدن که انسان عاشق یک نفر شوه یا نسبت به یک نفر محبت داشته باشه، محبت پیدا کنه، یک امر غیر اختیاریه. و امر غیر اختیاری تکلیف نداره.
که حرام باشه، واجب باشه، مستحب باشه، مباح، این تکلیف نداره، چون امر امری چیه؟ غیر اختیاریه، مثل که من تشنه میشم، شما گرسنه میشید، یکی دیگه چیز دیگه میشه، اینا امر غیر اختیاری، در اختیار انسان نیست، بنابراین گناه نداره. اما مقدماتش ممکنه گاهی از اوقات مقدمه حرام باشه، طرف به قصد چشمچرانی به ناموس مردم، به دختر مردم چشمچرانی کنه، وظیفش اینه که غض بصر کنه، غض بصر ما قبلها خیلی توضیح دیدیم، دامنه نگاه خودش باید طوری پایین بیاره که نامحرم از محدوده نگاه ازش چی شود؟ خارج شود. اما نمیکنه این کار، خوب میتونه لق لق به تعبیر ما سعی میکنه. خب این لق لق سعی کردن و چشمچرانی کردن، این قطعا این کار چیه؟ حرامیه. پس مقدمه چی بوده؟ حرام بوده. گویا مقدمه حرام نبوده، طرف در یک دکانی بوده، در یک بازاری بوده، در یک جایی بوده، سرش به کار خودش گرم بوده، یا فروشنده بوده یا خریدار بوده، یک دفعه چشم بالا میکنه، مثلا ممکنه به یک خانم یا دختری چشمش بیفته و همونجا ادبش هم مؤدب به ادب اسلامی هم هست و چشم خود پایین میندازه که نامحرم از زاویه دیدش بره بیرون، اما در عین حال عاشق میشه، هیچ مشکل خاصی نداره. حالا پس ما مقدماتش باید توجه کنیم که نباید مقدمات حرام باشه. حالا مقدمات چی حلال بود چی حرام بود؟ طرف عاشق شد، بعد از عاشق شدن تا زمانی که محرم نباشه، حق ای که گفتگوی عاشقانه باشه، نامه عاشقانه باشه و هزار یک برنامه عاشقانه را حق ندارن، اینا بین خودشان چی کنن؟ تبادله کنن. بله انشاءالله که رفت خواستگاری و نامزد شدن عقد انجام شد دیگه، او خب دیگه خودشان میدانن و خدای خودشان، هیچ مشکلی در این زمینه نیست. بسیار تشکر. خواهش میکنم. مثبت 93-74 4 شماره آخر 65-69 عزیز دل ما پرسیدن که سوال خیلی از عزیزانم هست، خیلی زبانی و شفاهن پرسیدن که از حضرت عالی این سوال داشته باشیم که متاسفانه در بعضی از جمع های خانوادگی، بعضی از مهمانی ها، دور همی هایی که داریم، مخصوصا ما افغانستانی ها بسیار هم علاقه داریم به دور همی، پروازی میکنن جوان ها، چه حکم داره استاد؟ همون رقم که شما اشاره کردین که دور هم بودن و صحبت کردن و اختلاط کردن بسیار کار خوبیه. صله رحم خب طبق روایات اسلامی داریم ما که باعث طولانی شدن عمر انسان میشه، قطع صله رحم باعث کوتاهی عمر انسان میشه. خب چی بهتر که در این صله رحم گپ و گفت باشه، داستان باشه. مثل سابقا بسیار مجالس ما خوب بود، شاهنامه میخواندن، مثلا از باب حمله حیدری خوانده میشد، مدح ائمه معصومین پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه اجمعین انجام میشد، ولی خب فعلا مردم به گوشی مشغول هستند و ایده به قطه بازی و پروازی. خب اگر قطه بازی و پروازی توأم با برد و باخت باشه، کم هست بخش جا، من هیچ مشکل حرام است، یعنی با طبق فتوای مراجع از جمله حضرت آیت الله العظمى سیستانی حرام است، ولی اگر نه با برد و باخت نباشه، همین تو میگن بازی کنیم سرگرمی، چون ابزار و آلت قماره، ابزار قمار است. حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمود که بنابر احتیاط واجب حرامه. خیلی کارهای دیگه ما میتونیم در جلسات خودمون انجام بدیم، صحبتی باشه، داستانی باشه، شعر خواندنی باشه، مشاعره ای باشه، میتونیم کار را جایگزین کنیم، یا حتی کارهای دیگه و مچندازی و کارهای دیگه بشه در این مجالس باشه و از گناه و معصیت انسان فاصله بگیره. بله استاد. یک سوال دیگه استاد، شاید هم یک دقیقه بیشتر وقت نداشته باشیم برای پاسخ این سوال. عزیز دل ما از جمهوری اسلامی ایران مثبت 98-934 شماره آخر 53-82 پرسیدن که من هنگام خوابیدن دچار استرس میشم، چیکار کنم استاد؟ اگر جوابش داده نشد در بخش بعد انشاءالله دامش خواهیم بشن. والا اول بهترین کاری است که باید ای به روانپزشک مراجعه کنه یا به روانشناس مراجعه کنه. روانشناس خب با گپ و گفتار و صحبت و ای که همینطور گپ میزنه تا مشکلات گرفتاری های از این بگه و کم کم چی شود؟ تخلیه شود. خب روانپزشک علاوه بر از این که گپ ها رو میزنه، دارو هم بعضی از اوقات چی میکنه؟ تجویز میکنه. اگر بیماری خیلی شدت داشته باشه، بالاخره دارو هم تجویز میکنه. بهترین راه ایست که به روان پزشک یا خدمت شما کنم که به خود روان درمان مراجعه کنه و نگویه که من روانی خو نیستم، دیوانه که نیستم که پسی
پیش روانشناس یا روانپزشک برم. نه خیر، اینطور نیست که هر کسی پیش روانشناس و روانپزشک رفت این مساوی با یک حتما چی شده؟ دیوانه شده. نه خیر، اینمی بدبختی بعضی از اوقات که ما دیر مراجعه میکنیم، چه در بیماری های روحی و چه در بیماری های جسمی. یک دفعه متوجه میشیم که کار از کار تیر شده. ما در بین اقوام خودمون داشتیم، خدا رحمتش کنه، یمی بغل سمت چپش درد میکرد. یک سال گاهی گیره چکر کرده نمیفهمه، بله، گرم کرده، بله، بله. آجر گرم کرد نمیفهمه، آره گرم کرد. یک سال همین رقمی رفت. سال دیگه شدت پیدا کرد. وقتی شدت پیدا کرد مجبور شد به پزشک مراجعه کنه. پزشک آزمایش داد، تشخیص داد که سرطانه. بازم کرد، دید سرطان بسیار بسیار پیشرفته شده. خب اگر او سال قبل در همون ابتدا که بیماری درد بسیار ناچیز بود قطعا مراجعه میکرد، ممکن بود که درمان شود، گرفته شود و درمان شود. بسیار تشکر، خواهش میکنم. یک رفت و برگشت بسیار کوتاه رسانه‌ای خواهیم داشت و در بخش سوم در ادامه سال در کام شما عزیزان در خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام دوباره عرض میکنیم. معذرت یکایی که شما بزرگواران، بخش سوم به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی را تقدیم شما میکنیم و ادامه سوالات احکام شما عزیزان. اگر این برنامه به صورت زنده دنبال میکنید، همراه ما هستید که افتخاری بسیار بزرگ است برای بنده و همکارانم. اما اگر نتوانستید در این برنامه به صورت زنده همراه ما باشید، حتما در پخش های مجدد و در فضای مجازی از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب با سرچ کردن موضوعی برنامه ها می توانید با آنها دسترسی پیدا کنید. تلویزیون جهانی هادی همچنان افتخار داره که برنامه هایی تقدیم میکنه که شما عزیزان میپسندید. در خدمت شما هستیم و جناب استاد رسولی عزیز، سوال بعدی ما یک سوالی هست تقریبا خانوادگی. عزیز دل ما با نمبر مثبت 9378 چهار شماره آخر 3027 سوال کرده. من مدتی است که به خاطری که پدرم وصیت کرده و اموالش به دیگران داده قهر کردم با ایشان، آیا حق با من هست یا خیر؟ باید خدمت ای بیننده عزیز و شما عرض کنیم، چون این حق قره نداره که انسان با پدر خودش که خدای تبارک و تعالی می فرماید ولا تقل لهم اوف، و پدر و مادر شما حق اوف گفتن ندارید، که اگر کلمه دیگه در شناعت و زشتی و بدی از اوف می بود، خدای تبارک و تعالی اون کلمه را به کار می برد. یعنی حتی شما حق اوف گفتن ندارید، چی برسه به این که با پدر و مادر خودش انسان قهر کنه. ما روایت داریم که ما با مؤمنین و مؤمنات حق نداریم بیش از 3 روز قهر باشیم. وقت انسان با پدر خودش بخواهی قهر کنه، و هم به چه بهانه و به چه دلیل که پدر در حیات و زندگی خودش مالش مثلا به کسی دیگه داده، به برادر بزرگتر داده، برادر کوچکتر داده، مثلا به یک کسی دیگه داده. آیا پدر صاحب اختیار مال خودش هست یا نیست؟ بله. بنده صاحب اختیار مال خودم هستم یا نیست؟ بله. شما صاحب اختیار مال خودت هست یا نیستی؟ دوست داری به هر کس ببخشی یا نه دوست نداری؟ خب پدر است، در قید حیاته، مشاعر خودش هم از دست نداده، خب میتونه مال خودش به هر کسی ببخشه. ای از طرف فرزند
که حق مخالفت با پدر و مادر، حق یکی بدو کردن با پدر و مادر نداره به هیچ عنوان. اما یک نکته دیگره، به پدرهای بزرگوار بگیم، به مادرهای بزرگوار بگیم که سعی نکنن برای بعد از خودشان آتش اختلاف در بین برادران و خواهران شعله بر بسازن. بله، سعی نکنن که یک به یک بچه توجهی بیشتری کنه، به یک دختر توجهی کمتری کنه، مال را به یکی بیشتر بده، به یکی چیه کمتر بده. بگذاره تا زمانی که خودش زنده است مال به هیچ کس نده. چه لزومی داره مال به کسی خودش بده؟ و زمانی که بعد از 100 سال 120 سال سر بر تیره تراب گذاشت، مال طبق ضابطه شرعی و میراث بین میراث خورها چی میشه؟ تقسیم میشه و کسی هم از کسی دل بدی نداره که به ما بیشتر داده، به یکی دیگه چی داده؟ کمتر داده. شریعت مقدس اسلامی میفرماید که پسر دو برابر دختر ارث میبره. دخترها همه مساوی ارث میبرن، پسرها هم همه مساوی ارث میبرن. کسی از کسی دیگه دل بدی نداره، دلدقی نداره و مشکلات گرفتاری هم پیش نمیاد. پس باید دقت داشته باشیم. در زمان حیات پدر باید مدیریت کنه اولادای خودش و برای بعد از مرگ خودش هم باید مدیریت کنه. یک طوری نباشه که اختلاف و بزن و جار و جنجال و دعوا را بین فرزندان خودش آغازگر کی باشه؟ پدر باشه. که باز همینا بگه خدا پدر تو را نیامرزه که همه گرفتاری و مشکلات برای ما چیکار کردی؟ ایجاد کردی. این نکته را بسیار بسیار باید با دقت توجه داشته باشه. بله، بسیار سپاس که سوال از دو جنبه توضیح دادین. در واقع پاسخش را هم از طرف او بنده خدایی که بالاخره قهر کرده که حق نداره با پدر مادرش چنین رفتاری داشته باشه، و هم پدر بالاخره توصیه داشتین به پدر و مادری که بالاخره یک روزی از این دنیا خواهد رفت و ممکن است با این رفتنش و با وصیت هایی که داره اختلافی، آتشی، بالاخره تفرقه بین فامیل خودش بندازه. بسیار تشکر. خواهش میکنم. مثبت 93-77 4 شماره آخر 88-21. این سوالی هست که بسیاری از عزیزان ممکن است گرفتار شده باشن. بله. بعضی ها به خاطر که فرزندشان در سن خردسالی حافظش تقویت شود، بالاخره ذهنش، ریاضیش خیلی خوب شوه و در مدرسه، در مکتب بسیار خوب باشه و پیشرفت کنه، این را به بازی شطرنج ترغیب میکنن، تشویق میکنن و خود او بالاخره طفل هم دوست داره بازی شطرنج. چه حکمی داره استاد؟ بله، حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی، البته برخی از مراجع قائل بری هستند که فعلا شطرنج از ابزار قمار بیرون شده. بله. و به عنوان یک ورزش چیه؟ فکریه. و وقتی از ابزار قمار بیرون شده باشه به عنوان یک ورزش فکری باشه، بدون برد و باخت، از نظر اونا بدون برد و باخت بازی کردن با شطرنج اشکالی ندارد. ولی حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی میفرماید که شطرنج همچنان از ابزار آلات قمار است و هنوز از ابزار قمار بودن خارج نشده. بنابراین اگر برد و باخت باشه، ما و شما مثلا با هم دیگر شطرنج بازی کنیم و دو نفر دیگه شطرنج بازی کنن و برد و باخت هم باشه، خب حرام است و فتوا حرام است. ولی اگر که برد و باخت در کار نباشه، مجانی با هم دیگر بازی میکنن، به تعبیری ساتری میگن دیگه، ساتری میکنیم با هم دیگر شطرنج بازی میکنیم، میفرمایند بنا بر احتیاط واجب این کار چیه؟ حرام است. البته خب کودک که فعلا کودک است، حکم شرعی نداره، ولی پدر و مادرش نباید این کار رو بکنن و عادت بدن کودک را و بازی کردن شطرنج، که بعدا که مکلف شد به سن تکلیف رسید خب بازی کنه، قطعا کار حرام را انجام داده. الا ماشاءالله بازی فکری و غیر فکری هست برای تقویت ذهن انسان که نوبت به شطرنج نخواهد رسید. بله. و سوال بعدی، مثبت 93-76 4 شماره آخر 14-61 سوال کردن که لطفاً کمی درباره زمین و خانه ای که گرو داده می شود معلومات بدید. فعلا در جامعه، در جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، جاهای دیگه مرسوم شده که طرف مثلا بنده خانه دارم و پول لازم دارم، بعد وقتی که پول لازم دارم این پول خانه رو میتم به کسی دیگه و ازش پول میگیرم. فعلا همین رقم است و طرف در او خانه تصرف میکنه، در خانه میشینه و من در این پول چی میکنم؟ تصرف میکنم و کار خود رو انجام میدم. تصرف کردن صاحب پول در خانه از نظر شرعی و از نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی، این رقم تصرف کردن این را جایز نیست.
نباید رقم تصرف شوه. در اصل اصلا گرو و رهن این رقمه، ما شما پول میگیرم قرض میکنم، میگم شما 6 ماه 5 ماه یک سال کمتر یا بیشتر مبلغ مثلا 100,000 افغانی و ما بتین، و میگم خب بفرما، اما ما از کجا شما بگیرم؟ رفت فردا شما پول مرا چیه ندادی، رفت شما مثلا ورشکست شدی، رفت یک اتفاق برات افتاد، ما این پول خود فردا از کجا بگیرم؟ یک مثال میگفتن ثابت سابق وطنا، میگفتن از دست خود بدی از پای چی بدو بدو، از بله. دست بدی بله. از پای بدو دنبال پای، ما از کجا کنم از کجا؟ پس بنابراین به خاطر از اینکه ما خاطرم جمع باشه، شما یک چیزی رو پیش ما گرو بگذار. حالا ممکنه این طلا باشه، ممکنه خانه باشه، ممکنه زمین باشه، گیره به گرو میگذارم که اگر یک وقتی ما نتونستم قرضداری خود را ادا کنم، او طرف اون مال گروی را به جای قرضداری خودش برداره، که اگر اندازش از نظر قیمت یکیه، اگر مثلا قیمتش خیلی زیاده قیمت از اون مال، اون مال را بفروشه به مقدار قرضداری خودش برداره، دیگهش پس صاحبش بر. اصلش ایه، اما الان دیگه متاسفانه مرسوم شده و خانه گرو میتن، زمین گرو میتن، ما با پول استفاده میکنه و او دو خانه و زمین تصرف میکنه. این قدر نباید باشه. بله. و یک سال دیگر که شاید وقت ما رو به اتمام هست و بیشتر از این نتونیم در خدمت شما و عزیزان باشیم. مثبت 93-78 چهار شماره آخر 21-19 سوال کردن که دی روزها کم آبی هم هست و در ولایات مختلف، در شهرهای مختلف مردم گرفتار کم آبی هستن متاسفانه. برخی از مردم برای اینکه بتوانن بر همیشه آب داشته باشن، آب در دسترسشان باشه، بعد از میتر یا همون کنترل بالاخره پم نصب میکنن و آب پمپ میکنن به خانه خودشان و این باعث میشه که خانه های اطراف گاهی اوقات دچار کم آبی و حتی قطع آب شوه. آیا این مجاز هست استاد؟ چه حکمی داره؟ حضرت آیت الله العظمی سیستانی در چنین جاهایی میگه که اگر قانونی در این زمینه باشه، یعنی کشورها و دولت‌های اسلامی قانونی تصویب کرده باشن و این قوانین با روح اسلام عزیزم سازگار باشه و تنافی نداشته باشه، واجب و لازمه که انسان از این قوانین مطابقت کنه و تخلف از این قوانین جایز نیست. بلی قطعا شرکت آب میگه یا هر شرکت چیز دیگه میگه یک سری قوانین داره. بله. از جمله قوانین شمیست که کسی حق گذاشتن پمپ بعد از میتر نداره که مثلا آب بالا کنه در یک چیزی مثل ذخیره، در ذخیره آب، در ذخیره برای خودش ذخیره کنه که برای همیشه چی داشته باشه، آب داشته باشه و همسایه ها متاسفانه آبشان قطع شده هر وسیله. پس بنابراین شرکت آب یا هر چیزی دیگه‌ای که در هر کشوری هر نامی داره، این قانون داره که کسی حق چنین کاری را نداره. پس وقتی که قانون داشته باشه، حضرت آیت الله رضوان سیستانی می‌فرمایند که از این قوانین ما نمیتونیم تخطی کنیم و باید این قوانین را اجرا کنیم. پس بنابراین جایز نیست و این فعلی ناجایزی است که باید از این کار چی شود؟ پرهیز شود. بله. بسیار تشکر استاد. کمتر از یک دقیقه و نیم ما تا پایان برنامه وقت داریم و دوست داریم جملات پایانی شما شامل چند خط دعا باشه که ما بشنویم و آمین بگیم. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و مد فی عمره الشریف و زین الارض بطول بقائه و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خدایا ظهور حضرت حجت آخرین ذخیره خودت را معجل بفرما. الهی ما را از اعوان و یاران و خدمتگزاران در رکاب آن آقا قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه. بسیار تشکر استاد، برای بنده که بسیار مفید بود. حتما عزیزان هم با بنده همه قده هستن که شبهای سه‌شنبه که پاسخوی به احکام داری به حضرت عالی تشریف میارین، یکی از شب‌هایی است که برای همه عزیزان جذاب هست، مفید هست. انشالله که خدا خیرتون بده و بازم بتوانیم شما رو در برنامه زیارت کنیم. سلامت باشید. با شما عزیزان بودیم از ابتدای برنامه امشب تا این لحظه که لحظه خداحافظی هست. وقت ما اندک بود ولی سعی کردیم که از این وقت اندک بهترین استفاده رو ببریم. انشالله که در لحظه های ناب مناجاتتان با خداوند اگر دلتان لرزید و اشکی بر گونه‌تان جاری شد، بنده و همکاران ما از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. خدا نگهدار.